وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در لحظات پایانی عمر. در لحظات آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه سلام علیها بسیار گریان می کرد. پیامبر او را به نزدیک خود طلبید و مطالب را به او گفت که فاطمه سلام علیها گریه هایش شدت یافت. آنگاه مطلب را به ایشان گفت که حضرت زهرا تبسم کرد. سلام، باز هم با یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا در خدمت شما قرار گرفتیم. برای حمایت از ما نکست میدیا را سابسکرایب کنین و زنگوله را نیز فشار بدین. همچنان برای ویدیوهای بیشتر ویدیوی ما را لایک کنین و خود را با جهان بیشتر آشنا سازیم. در لحظات آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه سلام علیها بسیار گریان می کرد. پیامبر او را به نزدیک خود طلبید و مطالب را به او گفت که فاطمه سلام علیها گریه هایش شدت یافت. آنگاه مطلب را به ایشان گفت که حضرت زهرا تبسم کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از 23 سال دعوت و مجاهدت و ابلاغ پیام الهی و پس از فراز و نشیب‌های فراوان در راه انجام رسالت بزرگ خیش، سرانجام در روز دوشنبه 28 ماه صفر 11 هجرت پس از 14 روز بیماری و کسالت رحلت فرمودند و در حجره مسکونی خیش در جوار مسجدی که تأسیس کرده بود به خاک سپرده شد. آخرین روزهای وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر شب پیش از بیماری شدیدش، در حالی که دست علی علیه السلام را گرفته بود، همراه جماعت برای طلب آمرزش به قبرستان بقیع رفت و برای اهل قبور درود فرستاد و برای آنان طلب استغفار طولانی کرد. آنگاه به علی علیه السلام فرمود: جبرائیل هر سال یک مرتبه قرآن را بر من عرضه می کرد، ولی امسال دو مرتبه این امر صورت گرفته است و این دلیل ندارد مگر اینکه عجل من نزدیک باشد. پس به علی علیه السلام گفت: اگر من از دنیا رفتم، تو مرا غسل بده. در روایت دیگر آمده است که فرمودند: به هر کس وعده ی دادم باید آن را بگیرد و به هر کس دین دارم با خبرم سازد. پیامبر که گویا از حرکات زننده برخ از زوجات و صحابه خود و تخلف برخ از یاران ناراحت شده بود، برای پیشگیری از بدعتها فرمود: ای مردم، آتش فتنه شعله‌ور شده و فتنه ها مانند پاره های شب تاریک رو آورده و شما هیچ دستاویز علی من نداره، زیرا من حلال نکردم مگر آنچه قرآن حلال دانسته و حرام نکردم مگر آنچه قرآن حرام داشته است. وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در لحظات پایانی. پیامبر در حضور جمع رو به حضرت علی علیه السلام کرد و به او وصیت کرد و به ایشان فرمود: نزدیک بیا. سپس زره و شمشیر و خاتم و مهرش را به علی علیه السلام داد و فرمود: برو منزل. پس از لحظات بیماری ایشان شدید شد و آنگاه که حالش بهتر شد، علی علیه السلام را ندید و به زنان خود گفت: برادرم و صاحبم بیاید. علی علیه السلام آمد و مدت با هم به طور خصوصی صحبت کردند. وقت از علی علیه السلام پرسیدند: پیامبر چه گفت؟ در پاسخ فرمود: به من هزار باب علم که از هر باب هزار باب دیگر منشعب شده بود آموخت و چیزهایی را به من سفارش کرد که انجام خواهم داد. در روزهای آخر از بلال خواست تا مردم را در مسجد حاضر کند، خطبه خواند، بعد از مردم خواست اگر کسی حق از او بگردن دارد مطالبه کند.
هیچ کس پاسخ نداد تا سه بار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تکرار کرد تا اینکه غلام به نام عکاشه برخاست و حق را از ایشان مطالبه کرد. به قصد انتقام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شلاق آماده کردند، ولی همین که خواست قصاص کند بر بدن حضرت افتاد و شروع به گریه کرد و ایشان را عفو نمود و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود او رفیق من در بهشت خواهد بود. سپس به علی علیه السلام دستور داد آن پولهای را که نزد یکی از زنان بود بگیرد و میان فقرا تقسیم کند. فاطمه سلام علیها و لحظه وداع با پدر. در لحظات آخر عمر پیامبر فاطمه سلام علیها بسیار گریان میکرد. پیامبر او را به نزدیک خود طلبید و مطالب را به او گفت که فاطمه سلام علیها گریه های شدت یافت. آنگاه مطلب را به ایشان گفت که حضرت زهرا تبسم کرد. ایشان بر پاسخ سوال دیگران فرمودند که لحظه اول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در همین درد میمیرم، و در باب شادی و تبسمشان فرمود تو اولین کس از اهل بیت من هستی که به من ملحق میشوی، و این بود که من تبسم کردم. در لحظات واپسین عمر پیامبر سرش در دامان امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داشت. کفن و دفن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. علی علیه السلام جسد مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را غسل داد و کفن کرد، چون پیامبر سفارش کرده بود که نزدیکترین کس مرا غسل خواهد داد و این شخص جز علی کس نیست. سپس چهره آن حضرت را گشود، در حالی که سیلاب اشک از دیدگانش جاری بود فرمود پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا، با رحلت تو رشته نبوت و وحی الهی و اخبار آسمان ها قطع کردید. اگر ما را به صبر و شکیبایی امر نمی کردید آنقدر گریه می کردم که سرچشمه اشک را می خشکانید. سپس در قبر که توسط ابو عبیده جراح و زید بن سهل آماده شده بود و در همان هجره هایی که وفات یافته بود در خانه خودش به خاک سپرده شد. بله، ای بود ویدیوی امروز ما. برای ویدیوهای بیشتر نکس میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین، و برای حمایت از ما کافی است ویدیو ما را لایک و شیر کنین. نظریات زیبایتان را هم میتونین در بخش کامنت بنویسین. خدا نگهدار شما.